سفر و وضعیت بد خانواده موینوان در شهر کابل، وضعیتی که پس از سفر موینوان به کانادا گزارش شده است. خانواده موینوان در چه وضعیت قرار دارد و موینوان در مورد فامیل خانوادهش چی گفته است؟ سلام، وقتتان بخیر. به یکی از ویدیوهای دیگر کانال ما خوش آمدید. جهت حمایت از ما، چینل یوتیوب ما را سابسکرایب کنید تا از تازه ترین موضوعات روز آگاه شوید. دو هفته قبل موینوان جوان گزارشگر افغانستان روی سفر به کانادا شد و بدون اعضای خانواده و فامیل به کانادا پناهنده شد. هرچند تعداد سفر موینوان را غیر قانونی و قاچاقی به کانادا عنوان نمودند، اما در حقیقت موینوان از طریق کیسای پناهندگی توسط اقاربش به کانادا سفر کرده است و امکان دائمی بودن وی در این کشور نیست. تازه عرفای در صفحات مجازی از وضعیت و حالت بد خانواده موینوان در شهر کابل دست به دست می شود و تعداد از فروش خانه موینوان حرفای رد و بدل می کنند و می گویند موینوان خانه که در شهر کابل داشت به فروش رسانده است و دلیل اصلی آن قرار گرفتن در وضعیت بد اقتصادی عنوان شده است. هرچند این گزارش ها در ردی خبر در صفحات مجازی به خصوص فیسبوک و تیک تاک است و داشتن حقیقت آن منابع دقیقی ندارد، اما دیگر موینوان در افغانستان زندگی نمی کند و قاربش نیز دیگر در افغانستان نیست، بجز چند عضو خانواده این گزارشگر که روز آنها نیز شاید به کانادا بروند. خانواده موینوان در وضعیت بد اقتصادی قرار نگرفته است و این حرفا نادرست است، اما امکان فروش خانه وی به دلیل سفر به خارج احتمالاً درست باشد. این در حالی است که بعض تصاویر خانه موینوان در صفحات مجازی به نشر رسید که این گزارشگر خانهش را به فروش رسانده است، اما از طرف موینوان و دوستان نزدیکش چیزی گفته نشده است. یکی از دوستان نزدیک موینوان در مورد نبود این جوان گفته است که موینوان در حال حاضر در کانادا زندگی میکند و بعضی مصروفیت هایی که تازه در کانادا برای پناهندگی و دریافت اقامه کار میکند اجازه ساختن برنامه را نمیدهد. همچنان گفته است که موینوان به زودی در مورد سفرش به کانادا و حرفایی که در مورد دستگیری وی در کانادا رد و بدل شده گفته های خواهد داشت.